هیچ کدام از اینها به واسطه اون باورهایی که در ذهن ما هست نمیتواند. بنابراین ضرورت بازشناسی باور بسیار مهمه. همانطور که عرض کردم، اندیشمندان مختلف در حوزه علل عقب‌ماندگی یا در روز پنجشنبه پنجم بهمن برابر با 25 ماه ژانویه 13 رجب در خدمت شما هستیم با برنامه بازشناسی باورها. خب امروز روز تولد علی بن ابی طالب است، امام اول شیعیان و خلیفه چهارم جهان اسلام. وعده کرده بودیم که تا 21 رمضان که سال روز فوت یا کشته شدن او هست، به مدت نزدیک به 2 ماه تحلیلی داشته باشیم نسبت به زندگانی او، علل خصوص دوران حکومت و خلافتش. و این برنامه رو از هفته آینده روز سه‌شنبه آغاز خواهیم کرد. یک برنامه در هفته رو اختصاص به او میدیم و یک برنامه رو هم به ادامه مباحث مربوط به تئوری یا نظریه های انقلاب. خب بحث در مورد نظریه انقلاب رو پی میگیریم امروز هم، با توجه به اینکه مباحث ما پیرامون اندیشه مکیاولی نیمه تمام ماند، امروز به ادامه آن مباحث خواهیم پرداخت. اسنادی هم آوردیم از کارگزاران رژیم گذشته و تطبیق میدیم با آنچه که مکیاولی میگه، با توجه به اینکه بسیار نزدیکه اون نگاهی که حاکمان گذشته ما و حتی امروز داشتن با ساختارهای عصری که مکیاولی در قرن 15 و 16 داشت. هرچند بسیار متفاوتن اساس، اما مبنا یک چیزه و اگر ما نگاه مکیاولی رو بررسی بکنیم در مورد انحطاط کشورها، دولتها و جوامع، میبینیم که همان ویژگی ها، حالا با اندکی تغییرات فرهنگی، سیاسی و اعتقادی، در کشور ما هم رخ داده و هنوز هم در حال رخ دادن. به همین دلیل اهمیت داره که پس از شناخت نظریه مکیاولی در باب انحطاط جوامع، علل خصوص امپراتوری روم، که مکیاولی خب او رو به عنوان یک نظامی میدونه که دارای سجایای خاصی بوده، ویژگی های خاصی بوده که به امپراتوری رسیده، اما سبب انحطاط هم برای همان زمان ها فراهم شد و ایتالیای عصر مکیاولی که در یک انشقاق و ادبار به سر می برد و همیشه هم خب مورد دستاندازی کشورهایی مثل اسپانیا، فرانسه و جاهای دیگه قرار می گرفت، حاصل یک روند تاریخی است. بسیاری از پدیده‌های سیاسی یک شبه رخ نمیدن، علل خصوص انقلاب ها، انحطاط جوامع هم به همین نحوه. ما پیش از مکیاولی نگاهی انداختیم به اندیشه ابن خلدون به این دلیل که او هم سعی میکنه مناطق پیرامون خودش رو، یعنی شمال افریقا و جنوب اسپانیا یا به نوعی اندلس آن زمان که امپراتوری های مختلفی آمدند و رفتند، اسباب انحطاط اونها رو بررسی بکنه تحت یک شاخصه یا کلید واژه‌ای به نام عصبیت، که ما سعی کردیم رگه های از اون رو نشان بدیم و بعد با توجه به تاریخ آن مناطق عرض کنیم که چرا چنین شد و سلسله هایی می آیند، دارای قدرتند، حتی تشکیل امپراتوری میدن و ناگهان رو به سمت انحطاط می دن، رو به سمت فروپاشی می رن. و یا به قدری ضعیف میشن که توسط کشورهای دیگر نابود میشن یا بنابر نظر ابن خلدون با عصبیت‌های جدید که قدرت دارن روبرو میشن. امروز هم بحث خواهیم کرد در مورد آرای مکیاولی. البته میدانیم که او سعی میکنه در چند کتابی که داره، که 2 کتاب خیلی معروفن، یکی کتاب درباره شهریاری یا همان چیزی که ما به عنوان شهریار میشناسیم، نگاهی بیاندازه به حاکمان، ویژگی های اونها، خصلت اونها یا به نوعی ویرتو یا فضایل اونها، فضیلت اونها، و نشان بده که اساساً شهریار باید چگونه باشد تا بتونه یک حکومت خوب تشکیل بده.
و کتاب شاخص او که البته ما ایرانیان کمتر مطالعه کردیم یا در موردش میدانیم، کتاب دیسکورس یا گفتارهاست که در اون سعی میکنه نشان بده یک جمهوری دارای چه ویژگی هایی است. و البته خب اساسا کتاب گفتارها یا دیسکورسز او برگرفته از فصول دهگانه اولیه کتاب تاریخ روم هست، نوشته تیتوس لیویوس، که سعی میکنه نگاه بکنه ویژگی های امپراتوری روم در زمان جمهوری که ببینه اونها چه ویژگی هایی داشتن که تبدیل شدن به یک قدرت و چه ویژگی هایی عارض شد که اونها رو به سمت انحطاط رفتن. بنابراین این دو کتاب مکمل هم هست. وقتی ما یک کتاب رو خوانده باشیم، و البته خب طبیعی است ما ایرانیان هم به شکل یا گزینشی اونها رو میخونیم یا تعمق و تدبر نمی کنیم، فکر میکنیم مکیاولی انسانی است که به دنبال شیطان سازی است، اما فی الواقع اون گونه نیست، بلکه اتفاقا کتاب اصلی و کتاب گفتارهاست که یک اندیشه های متعالی انسانی و جمهوری خواهانه در کنار بقیه مطالب داره. خب او سعی میکنه ویژگی‌های حاکم رو بشناسه که بسیار هم در امر انقلاب تاثیرگذاره. در نوبت پیشین عرض کردیم بسیاری از حاکمان هستند که ویژگی‌های شخصیتی اونها سبب میشه که یا از بروز انقلاب جلوگیری بکنن، به نوعی رفتار بکنن که حکومت اونها دوام و قوام داشته باشه، و یا نه دچار ضعفن، ضعف روانی، ضعف‌های شخصیتی، و بعد می‌بینید که کشوری رو به انحطاط میره. برای همین اگر جایگزین کنید برخی شخصیت‌ها رو، چه بسا ببینید که در یک زمانی یک انقلابی قهار نتوانسته در برابر یک رژیم موفق باشه، اما در زمان دیگری یک انقلابی سطح متوسط توانسته در برابر یک رژیم بسیار ساده به پیروزی برسه. همین دلیلی که انقلابیونی رو میبینید که در برخی کشورها پیروز میشن اما در مناطق دیگر شکست میخورن. نمونهش هم هایچه گواراست، در کوبا پیروز شد اما در بولیوی شکست خورد، کشته شد، به خاطر اینکه ویژگی های این جوامع متعدد و متنوع، و اگر شما بخواید از یه تاکتیک استفاده بکنید چه بسا نتونید پیروز بشید. خب اینا رو عرض میکنم که بگویم مکیاولی سعی میکنه به هر دو ساختار نگاه بکنه، یعنی هم شخص حاکم و هم ویژگی های حکومتی، خود مردم، ساختارها و نهادها. خب بحث در مورد ویرتو و فورتونا رو من نوبت قبل عرض کردم، اینجا واردش نمیشم، اما برمیگردم سراغ اون ویژگی هایی که ماکیاولی نام برد. چند نمونهش رو عرض کردیم، حالا تکرار میکنیم که سررشته کلام از دست ما در نره. بعد برمیگردیم به سراغ اسنادی که کارگزاران و دولت مردان رژیم گذشته برای ما به یادگار گذاشتن، تا نگاه بکنیم که آیا اون ویژگی هایی که ماکیاولی نام میبره در باب انحطاط برخی از شهریاری ها یا کشورها آیا منطبق بوده؟ آیا رگه هایی از اون رو میتونیم تشخیص بدیم؟ چون اساساً مسئله انقلاب یک مسئله نیست که به خواست ما باشه یا با دعا و نیایش ما رو. پدیده های متعدد و متنوع اجتماعی هستند که دهه ها قبل کنار هم دیگه می نشینن با توجه به ساختارهای یک جامعه، مناسبات بین المللی، و در نهایت پدیده مثل انقلاب. خب اولین مسئله ای که ماکیاولی اشاره کرده بود ویرتوست، ویرتو یا فضیلتی که نه تنها در شخص حاکم بلکه باید در ساختارها هم وجود داشته باشه. ساختارها به معنای تشکیلات یا اون مؤلفه هایی که سبب قوام یا نظم جامعه هستند، مثل قانون. قانون باید داره فضیلت باشه وگرنه شهروندان اون رو نمیپذیرن. قانون اساسی که حقوق مردم در او رعایت نشده باشه، حقوق کانونهای اجتماعی قدرت رعایت نشده باشه، مردم پس میزنن. کما که امروز هم میبینید، امروز قوانین شرعی فضیلت نداره، مردم به او راضی نیستن و میخوان او رو کنار بزنن. هرچقدر حکومت فشار بیاره که این قوانین باید بماند، مردم میگویند باید برود، و در نتیجه این فرایند تا زمانی که حل نشه به یک حالت تخاصم میماند. زمانی که رژیم قدرت سرکوب داره سرکوب میکنه، و زمانی که از اون قدرت سرکوب
کاسته بشه یا توانایی نداشته باشه، مردم میتوانند انقلاب رو به پیروزی برسانند. دوم، ساختارها، سازمانهاست. سازمانها هم باید داره فضیلت باشه. وقتی صحبت از مجلس میکنیم، هدف از مجلس این است که اوغلای جامعه، نمایندگان مردم در جایی جمع شن، در مورد مسائل کلان جامعه به بحث و فحص و تبادل نظر بپردازن، بعد قانون رو تصویب کن. یا دولت اگر احساس میکنه برای روند اجرایی امر سیاسی نیاز به موضوعی داره، اون رو در قالب لایحه به مجلس ارائه کنه، مجلسیان در کمیسیون‌های مختلف بنشینن و بعد اون رو حل کنن. یعنی با یک مطالعه بتونن اون کارها رو پیش برن. ارتش هم باید داره ویرتو باشه، داره فضیلت باشه. یعنی جایی که ماکیاولی معتقده ارتشی که از مزدوران شکل میگیره داره فضیلت نیست، خود او یکی از اسباب انحطاط فلورانس و ایتالیا رو وجود ارتش‌های مزدور میدونست. حاکمان مناطق مختلفی به خاطر پولی که داشتن عده‌ای از نیروهای نظامی رو استخدام میکردن از مناطق مختلف. خب اونها برای پول آمده بودن و زمانی هم که احساس کنن در خطر قرار دارن یا دیگری پول بیشتری به اونها میده، از جنگ دست میکشن، قلعه رو تسلیم میکنن و مردم بیچاره شهر رو در اختیار دیگران قرار میدن. همین دلیله که ماکیاولی معتقده باید به دنبال ارتش ملی بود و خود او هم در فلورانس سعی داشت این کار رو انجام بده و شروع کرد و کارهایی هم در این زمینه انجام داد، چون خود او عضو شورای یا به نوعی اون سینیوریای فلورانس بود، یعنی تصمیم گیرندگانی که در اونجا می نشستن در مورد مسائل شهر تصمیم می گرفتن و خود او یک شخصیتی بود که بارها به دربار پادشاهان فرانسه، اسپانیا، پاپ و جاهای دیگه رفته بود. تو بخشی از اندیشه های او در سفارت یا اون سفارت ها یا رساله هایی که در مورد سفارت هست یادداشت شده. خلق و خوی بسیاری از این پادشاهان رو میشناخت. به همین دلیله که من در نوبت پیشین عرض کردم یکی از مواردی که او ذکر میکنه در اینکه یک حاکم موفق چه حاکمی است، میگه او باید انعطاف پذیر باشه، یعنی تشخیص بده وضعیت جامعه دگرگونه. چرا این مسئله مهمه؟ حالا یه پلی بزنیم به برخی حاکمان ایدئولوژیک یا حاکمانی که ایدئولوژ هستن، در خدمت ایدئولوژی هستن. نمونهش علی ابن ابی طالبه که حالا بعدم خواهیم دید که چگونه او شکست میخوره. چون این حاکمانی چون در خدمت ایدئولوژی هستن و ایدئولوژی جهانبینی به اونها میده، اهداف اونها رو مشخص میکنه، ابزارهای اونها رو مشخص میکنه، دیگه این حاکمان آزادی عمل ندارن. یعنی احساس میکنن شرایط جهان باید همان گونه بشود که اونها میخوان، نه اینکه ما اون گونه بشویم که جهان هست. همین حاکمان ایدئولوژی که امروز در جمهوری اسلامی و در ایران سر کارن، یعنی کسانی که هنوز جهان رو حق و باطل میبینن، خیر و شر میبینن، مسلمان و کافر میبینن، هنوز به دنبال صدور انقلابن. در حالی که این حاکمانی که عمله ها یا خدمتگزاران ایدئولوژی هستند فراموش میکنن جهان امروز خیلی متفاوت با اون ایدئولوژی هاست. ما در نظریه انقلاب کارل مارکس به این مسئله خواهیم پرداخت که اشتباه او در کجا بوده، یعنی آنچه که او میاندیشید و زمین امر سیاسی که کاملا متفاوته و بنابراین خطاهای برخی از نظریه ها حاصل همین نگاه هاست. حاکمان هم همین بودن، علل خصوص حاکمانی که در راستای ایدئولوژی کار میکنن. دلیل این که ما امروز خسارت بسیار بیشتری میبینیم تا دوران پهلوی به همین دلیله که اونها حاکمان ایدئولوژیک نبودن. اگر منافع کشور اقتضا میکرد، سعی میکردن روش خودشون رو تغییر بدن. هرچند خطاهای اونها بیشتر بر سر انفرادی عمل کردن بود، اما حاکمان فعلی ایدئولوژیک نگاه میکنن، یعنی اصلا براشون واقعیت بیرونی فرقی نداره، اونها اصلا از واقعیت بیرونی جدا، درکی از پدیده ها ندارن.
همین دلیله که در پس اندیشه هاشون تصمیم گیری هایی است که از حالت فردی نه تنها بیرونه، بلکه برمیگرده به 1400 سال قبل با همان اندیشه های متحجرانه. و دلیل اینکه ما تاوان بیشتری میدیم در زمان رژیم جمهوری اسلامی به دلیل همون نگاه ایدئولوژیک، همون چیزی که شوروی کمونیستی داشت، اندیشه های هپروتی که هیچ تناسبی با جهان بیرون نداره، و بعد هم بخواید جهان رو با میل و نیت و ایدئولوژی و جهانبینی خودت تطبیق بدی. و این نشدنی است. ماکیاولی این رو فهمیده بود در قرن 15 و 16. گفت من خیلی ها رو دیدم. چزار بورژیا رو دیدم، ماکسیمیلیان رو دیدم، یولیوس دوم رو دیدم. اینا کسانی بودن که یک روش خاص داشتن و فکر میکردن با همون روش که موفقیت اولیه براشون داشتن، تونستن قدرت رو بگیرن، با همون هم میشه ادامه داد تا ته خط رفت. در حالی که گاهی شرایط عوض میشه. شما اگر حاکمی نباشی که خودت رو تطبیق بدی با اون شرایط، دچار مشکل خواهی. اونم افرادی رو دیده بود که این گونن، که من عرض کردم یکی از اونها آقای پتروچی بود، پاندولف و پتروچی، حاکم سینا، و یکی دیگر هم کاردینال سودرینی. اونها موفق بودن چون خودشون رو با زمان تطبیق میدادن. در درون ایدئولوژی دشمن همیشه دشمنه. شما الان نگاه کنید چرا این مسلمون ها با اسرائیل مشکل دارن؟ یکیش برمیگرده به نگاه ایدئولوژیک. به جمهوری اسلامی نگاه ایدئولوژیک داره که اینا یهودی هستن، صهیونیست هستن، قاصبن، پشت پرده جهان رو اینا تنظیم میکنن، خواهان نابودی ما هستن. و برگردید بگید سابقه دشمنیتون از کجاست؟ میگه از زمان رسول الله. اینا از همون زمان رسول الله رو مسموم کردن، کارشکنی کردن، در کتب ما اسرائیلیات وارد کردن. دیدید دیگه تعابیری که همیشه به کار میبرن. اون نگاه ایدئولوژیک هنوز مونده. و بعد از 1400 سال مناسبات ایران امروز رو داره با اسرائیل تنظیم، یعنی یک خصومت بی جهت. برخی از کشورهای دیگر اسلامی هم همین وضع داشت. حالا برخی هاشون سر عقل آمدن، فهمیدن که نه بابا، مناسبات جهان خیلی متفاوته. عربستان سعودی که مهد این تفکر متحجرانه اسلامی است، با این آقای بن سلمان یک کمی به خودش آمده که باید یه مقدار با دنیا حرکت کرد. نمیشه. امر سیاسی پدیده انعطاف پذیر. دشمن دیروز شما اگر امروز منافع شما رو تأمین میکنه، دیگه دست از دشمنی برداشت. اگر دوست نیستید، حداقل در یک حالت صلح به سر ببرید. اینکه این رژیم دائما با همه دوچار مشکل و هی حل من مبارز میطلبه، برای همین مسئله است که نگاهش ایدئولوژیک. امر سیاسی رو در امر دیانت میفهم و مشکلات بزرگی رو برای جامعه ایجاد میکنه. خب مورد دیگری که ماکیاولی نام میبره، ناسپاسی کردن نسبت به شهروندان خوب. ماکیاولی میگه وقتی حاکمی افرادی رو داره که اینا شهروندان خوبی هن. حالا یکی نظامی است، یکی هنرمنده، یکی سیاستمداره، آدم کارکشته است و آدم به درد بخوری است، برای جامعه و شهر خدمت کرد. حاکمانی که لیاقت ندارند، اولین چیزی که به ذهنشون میرسه حسادت. یعنی میگن این فردا برای من اسباب دردسر نشه، برای من مشکل ایجاد نکنه. اگر این تبدیل بشه به ارتش بود، فردا نیاد برای من دردسر ایجاد بکنه. آدم لایقی است. ما آن سوء ظنی که همیشه نسبت به شهروندان کارکشته و لایق وجود داره، باعث میشه که دیکتاتورها یا حاکمان نالایق اونها رو از پیرامون خودشون حذف کنه. مسئله بسیار مهمی است. من حالا طبق اسنادی که خواهم خواند، ویژگی هایی که آقایون علموتی ها، داریوش و همایون ها و دیگران ذکر میکنن همینه. یعنی نبود یک سیاستمدار لایق در سالهای منتهی به انقلاب.
یعنی شاهی که به خاطر حسادت نسبت به برخی افراد، افراد لایق را از پیرامون خودش پراکنده می. چون احساس میکنه اینطوری راحت تر حکومت میکنه. درسته، اینطوری راحت تر حکومت میکنه. اگر من نیروهای لایقی که میتونن به من کمک کنن رو از پیرامون خودم حذف کنم، خب حکومت من بی درد سرتره. درسته، اما مشکل در جایی است که یک نیرویی در برابر من آلترناتیو میشه، بدیل میشه، میخواد با من مبارزه کنه، منو به چالش بکشه. اون وقت من نیاز به اینها دارم، اما دوروبر من کسی نیست. مسئله بسیار مهم است. بسیاری از خدمات رضا شاه مربوط به خود اونی ها نبود، اصلا سواد و دانشی نداشت که بتونه در امور سیاسی اون فهم خاص رو داشته باشه. نقش محمد علی فروغی ها، تدین ها، تیمورتاش ها بگیرید، مصطفی فیروز بگیرید و دیگران، اینا بزرگی بودن، صاحب اندیشه بودن، سالها در مجلس استخوان خورد کرده بودن، احمد قوام ها و افراد دیگر. اینا به شما کمک میکنند که شما برجسته میشید، تا یه جایی هم از خدمات اونا استفاده میکنید، از طرها، برنامه ها و اندیشه هاشون استفاده میکنید. تا اینجا مشکلی نیست، عالی هم هست. اما مشکل در جایی که شما وقتی به قدرت رسیدی احساس خطر می‌کنید. خب میدونید دشمنان زیادی هم هستن که سعی میکنن پایه های قدرت شما رو سست. بنابراین میگن ببین این تیمورتاش جاسوسه ها، اون فروغی دستش با انگلستان توی یه کاسه هستا، احمد قوام جاسوس فلانجاستا، بعد شما هم احساس میکنید که خب بهتر من اینا رو حذف کنم. یکی رو میکشید، یکی رو خانه نشین میکنید و کارهای دیگه. در نهایت دوروبر شما رو کتوله های سیاسی میگیرن، دیگه قامت شما هم کوتاه میشه. ممکنه مشکلی نداشته باشید، 10 سال زندگی شما به آرامی طی بشه، اما زمانی که یک نیروی جدیدی ایجاد شد و قدرت شما رو به چالش کشید، اون وقت از کی میخواید استفاده بکنید؟ 4 مشاور با دانش و خبره کنار خودتون ندارید که شما رو از اون مشکلات بیرون بیارن، به شما قوت قلب بدن، شجاعانه مسئولیت بعضی از امور رو بپذیرن. و دچار استیصال میشید. بسیاری از شاهان این مملکت توسط وزرای کاردان به قدرت رسیدن. شما در دوران قاجار نگاه کنید، مثل قائم مقام های فراهانی، امیر کبیر ها رو، میرزا حسین خان سپه سالار رو و خیلی های دیگر. ما همه اینها توسط دشمنان حتی خود اون شخص، چه بسا ممکنه برادرش، خواهرش، مادرش، مگه نداشتیم زنان ناصرالدین شاه، مادران ناصرالدین شاه، کارشکنی های متعدد نسبت به شاهزادگان، یه سوء زنی نسبت به امیر کبیر. چه بکنیم؟ بکشیمش. کشتیم. اما مشکل در جایی است که بعدها چه میخوای بکنی؟ شاید مدتی زندگی آرامی داری در امر سیاسی، از اون سوء زنها خلاصی، اما ذخیره‌ای برای روزهای مبادا نداری. بزرگان عصر پهلوی دقیقا به همین کمبود نیروهای شاخص سیاسی در روزهای آخر سلطنت محمد رضا شاه اشاره میکنه، جایی که اگر یکی دو رجل استخواندار بود شاید داستان اینگونه نمیشد. این شما هرچی بگردید کسی رو پیدا نمیکنید، یه انسان وجیه المله پیدا نمیکنید، یه انسان کاردان پیدا نمیکنید، چون خودو خرابش کردید. جمهوری اسلامی هم امروز به این روز افتاده. دو تا آدم نیمه درست حسابی هم کنار این آقا نیست، همه یا جنایتکارن یا غارتگرن یا مختلس و کلاهبردارن کنار این آقا موندن. شما نگاه کنید رئیس جمهور این مملکت، اون وزیر امور خارجه‌اش رو شما دیدید در سازمان ملل، از اسباب مسکن. بنابراین
مکیاولی معتقده وقتی نسبت به شهروندان به هر دلیلی که لایق هستن ناسپاسی میشه، هم حاکم از خدمات اونها محرومه و هم یه مشکل دیگه ایجاد میشه، و اونی که اینها هم وقتی در برابر خدمت ناسپاسی دیدن چه میکنن؟ شروع میکنن کارشکنی بر علیه حاکم، دیگه میشن دشمنش. یعنی چه بسا یک انسانی که اصلا دشمن نبوده، با سوء ظن ما و طرد تبدیل شده به دشمن، به حالا شده کسی که در برابر ما قرار میگیره، در برابر ما میسته، و این سبب ضعف در درون ساختارها میشه. مورد دیگری که مکیاولی نام میبره، جلوگیری از تضارب آرا و افکاره. مکیاولی معتقد اساساً در جمهوری روم اون چیزی که سبب میشد این جمهوری قدرت داشته باشه تضارب آرا و افکار بود، یعنی جایی که همه مردم، چه مردم عادی، چه سناتورها، چه کسانی که در درون جامعه به عنوان اشراف و اعیان بودن، چه تزارها، سزارها، هر کسی، لشکریان، همه حرفشون رو میزدن. اما وقتی در درون جامعه یه فکر حاکمه، به ظاهر همه چی آرومه. ما تنوع افکار رو که کسی نمیتونه منع کنه، نشدنیست. ما اگه دستگاه سرکوب داشته باشیم، به ظاهر صدایی بیرون نمیاد، اما در درون خانه ها پچ پچ میکنن، در تجمعات متفرق صحبت میشه ولی ما نمیشنویم. حاکم خوب حاکمی است که اجازه بده همه دستشون رو بشه، همه رو ببینید و دیدن در مطبوعات شما آزاد بذار همه صحبتشون رو بکنن، کسی چیزی واسه مخفی کردن نداره. ما وقتی همه رو میبندی خودت هم محروم میشی که اونها چه نقشه ای دارن، چه برنامه ای دارن، چه تعدادی هستند. شما فکر می‌کنید چرا در زمان انتهای رژیم پهلوی این همه معادلات غلط بود نسبت به مسائل اجتماعی، آمارهای اشتباهی که ساواک می‌داد کشورهای دیگر نمی‌دانستند، خبر نداشتن که تا آخرین روزها داستان چیست؟ چرا؟ چون همه چیز زیرزمینی بود. شما اگر اجازه بدید فرضاً یک حزبی وجود داشته باشه، خب شما تعداد اعضای اون حزب رو میدونید، میتینگاش رو میتونید بررسی بکنید، نقاط قوت و ضعفش رو بشناسید، حتی اون رو مجبور بکنید به پذیرش یک چارچوب یا اساسنامه حزبی در درون یک کشور که دموکراتیکه. خب میخواد فعالیت بکنید، بفرمایید این اساسنامه در این قالب فعالیت. اما وقتی همه سرکوبن، همه چیز زیرزمینی میشه. شما نمیدونید تعدادشون چقدره، نمیدونید استعداد اسلحه و مهمات و تسلیحاتشون چقدره، از کدوم کشور حمایت میشن. یعنی خودتون رو محروم میکنید از شناخت پدیده هایی که جلوی چشم شما نیستن اما هستن. این روزی که مردم به خیابان ها میان، شما متعجب میشید که این همه آدم از کجا آمده، به کجا بودن. و این آمارهای اشتباس زمانی که شاه مملکت به آقای ناصر مقدم رئیس ساواک میگه من هنوز نمیدونم شما با مایی یا با اونایی، خیلی عجیبه. البته این آقا با اونا بود، آقای ناصر مقدم رئیس ساواک مملکت تشخیص داده بود که رژیم رفتنی است، شروع کرد لابی کردن با انقلابیون رو. فقط او هم نبود، از اون سید جلال الدین تهرانی رئیس شورای سلطنت بگیرید تا حسین فردوست بگیرید تا عباس قره‌باغی بگیرید، خب این داستان ها همین بود. ساختاری که شفاف نیست اما نزدیکترین یارانتون کارهایی میکنن که شما نمیبینید. دیگر موردی که مکیاولی نام میبره، ایجاد ساختارهایی که متکی به شخص نباشه. مکیاولی معتقده وقتی ساختارها متکی به شخصن، فقط با وجود اون شخص دوام دارن. وقتی اون شخص بره یا اتفاقی براش پیش بیاد، دیگه اون ساختارها از بین میره. ما این مشکل رو داشتیم.
بسیاری از کسانی که در اون زمان زندگی کردن، جزء دولت مردان بودن، جزء نظامیان بودن، بارهایی این مسئله اشاره کردن که اگر شاه از مملکت بره، ارتش از بین میره. اون ارتشی که این همه هزینه شده بود براش، چون متکی به یک شخصه، ساختاری نداره. و از همه بدتر این که وقتی متکی به شخص هم شد، یکی از روش هایی که متاسفانه شاه سابق داشت این سیستم تفرقه افکنی بود بین سران ارتش. او به دنبال این بود که اونا کودتا نکنه، یعنی این ترس رو داشت که نیروهای نظامی کودتا نکنه. به همین دلیل ساختار ارتش رو به نحوی تعبیه کرده بود که این ارتش بود در فرماندهی نیروی هوایی، از اون ارتش بود در نیروی دریایی میترسید یا سعی میکرد جلوش حرفی نزنه. بعضا هم گزارشات رو مخفیانه یا به شکلی که حضوری بیشتر به شکل تنهایی به نزد اعلی حضرت می رفتن بیشون می تدن. این از اون بابت برای شخص شاه مطلوبه که من ساختاری رو تعبیه کردم که این ارتش دست به کودتا نمی زن. اما مشکل در جاییست که اینو بخوای جلوی یک سری نیروهای متخاصم رو بگیری، چه کار خواهی کرد؟ همین دلیله که افرادی مثل صدیقی و دیگران گفته بودن شما از مملکت نرید، برید در بندر عباس یا جای دیگری در یه پادگان بمونی که حداقل ارتش بدون شما هستی، وگرنه با رفتن شما این ارتش از بین میره. و همین هم شد، چون ارتش متکی به شخص، بین خودشون هم اختلاف. ماکیاولی میگه این نوع ساختارهایی که وابسته به شخص و حاکمان، با مرگ او یا مشکلاتی که برای او پیش بیاد از بین میرن. همین دلیله که او معتقد ساختارها باید یک فضیلتی منحصر به فرد داشته باشن، علاهده باشن از شخصیت حاکمان. همین دلیله که او اشاره میکنه حاکمان بزرگ کسانی هن که ساختارهای مناسب می‌سازن، نه ساختارهای متکی به خودشون. ساختار مناسب یعنی این که من بعد از 20 سال سلطنت اگر بمیرم، عدلیه من پابرجاست، قانون من پابرجاست. ناپلئون 4 تا کد داشت، همیشه هم بهش افتخار می‌کرد، یعنی اون قانون، قوانین مدنی و اساسی و جزایی و قانون تجارت و چیزهای دیگه. من برای فرانسه اینها رو به یادگار گذاشتم، ساختارهای قانونی که با نبود من این قانون نظم جامعه رو محقق میکنه. اونتا ما عدلیه داریم وابسته به سلیمانی، مجلس وابسته به من، چون همه رو من مشخص کردم، سناتور حسن، سناتور حسین، همه اینا رو من مشخص کردم، همه شون رو یاد گرفتم، بله قربانگو باشم. وقتی من نباشم دیگه اونا نمیمونن. قانون اساسی منطبق با نظر شخص من. خب اگه من نبودم، پسر من، جانشینان من آیا میتونن اون قانون رو مشروعیت بدن، پاسداری بکنن؟ ما میبینیم نه. همین دلیله که با رفتن یک پادشاه اساس مملکت به هم ریخته. همیشه در طول تاریخ ما اینطوری بوده، نهایت یک نسل دوام آورده. همین دلیل که ماکیاولی وقتی به قوانین اسپارت یا کشورهای دیگر نگاه میکنه، اینها قوانین نوشتن برای صده ها ماندگار شد. حاکمان بزرگ کسانی هستند که میراثی بر جای میگذارن که این میراث برای وابستگان و آیندگان خودشون پابرجاست. شما الان در ترکیه نگاه بکنید، میراثی که آتاتورک به جا گذاشت، نه اینکه این اسلامگره ها در صدر تخریبش هم هستن، اما هنوز مردم ترکیه بر روی همون میراث آتاتورک کاراشون رو پیش میبرن، به اون تکیه دارن.
با رفتن او همه چیز تمام نشد، ارتش منحل بشه، مجلس منحل بشه. پس بسیار اهمیت داره که در درون جامعه حاکم فقط به خودش نگاه نکنه، چیزی برای آیندگان بگذاره که این آیندگان بتونن همیشه نام او رو به نیکی یاد کنن. ساختن پل و جاده و اینها کار خوبیه، بد نیست، اما هر کسی میتونه این کار رو بکنه. شما نگاه بکنید در جمهوری اسلامی، بیشتر از زمان پهلوی جاده ساخت، بیشتر از زمان پهلوی دانشگاه ساخت، بیشتر از زمان پهلوی لوله کشی نفت و گاز و تلفن و اینا کردن. خب بله، جبر تکنولوژیکه، همه جوامع همین شده. ما یه چیزی به جا گذاشتن که باعث افتخار باشه؟ نه خیر. نه قانون اساسی خوب دارن، نه نهادهای تربیتی آموزشی خوب دارن، نه سیستم‌های سیاسی خوبی دارن، ارتش مردمی دارن، هیچی ندارن. همه ارتش متکی به آقاست، سیستم آموزشی متعلق به اون نگاه ایدئولوژیک اونهاست، هیچی نمانده. اساسا انقلاب ها برای همین میان که کل اون ساختارها رو به هم بزنن، چون میگن اینه که به درد ما نمیخوره. این جوامعی که چیزهایی برای وارثین میمونه، اونا همه رو به هم نمیزنن، میگن ما اصلاحات میکنیم. اما انقلاب دیگه در جاییه که نگاه میکنن که آقا این ارزش ها دیگه منطبق با ما نیست، نهادها و ساختارها منطبق با ما نیست، هیئت حاکمه اونایی نیستن که مطلوب ما باشن، آبروی ما باشن، به فکر ما باشن. یکی دیگر از چیزهایی که ماکیاولی نام میبره، ترجیح منافع عمومی به منافع شخصی است. یعنی اون میگه در نظام یا سیستمی که منفعت یک شخص یا یک گروه اولویت پیدا کرد بر منافع عموم، کار خرابه. حاکمی که میاد و به منافع عموم نگاه میکنه، نه منفعت خودش. ببینم مردم چی میگن، مردم چی میخوان، کارها رو بدیم عقلا مطالعه بکنن. وقتی کسی به منفعت شخصی خودش نگاه میکنه، داستان تمامه. ولی ما خواهیم خواند طبق اسناد، میخوایم مبارزه با فساد بکنیم، همه قابل دستگیری هستن به غیر از خاندان ما، به غیر از نزدیکان من. در فسادی مرتکب بشن، اینا رو نباید گرفت، اینا رو نباید مجازات کرد. خب این میشه منفعت شخصی، در حالی که منفعت عموم جامعه اینه که افرادی که حتی منتسب به شما هستن مجازات شن. یکی از جالبترین نکاتی که مکیاولی نام میبره و بسیار برای من هم جالب بود وقتی اولین بار این رو خواندم، در کتاب گفتارها هم هست، اشاره به داستانی میکنه و بعد نتیجه میگیره که هیچ وقت در درون یک جامعه نباید به خاطر خدمات یک انسان از اشتباهات و گناهان او هم گذشت. یعنی چی؟ داستانی رو نقل میکنه که رومیان رفتن در جنگی، یکی از این فرماندهان دلاور اونها سرنوشت جنگ رو یک تنه تغییر داد، تبدیل شد به قهرمان ملی. زمانی که بازگشت، دید که خواهرش با یکی از مردان همان سرزمینی که با اونها جنگیدن ازدواج کرد، یعنی با دشمن روم ازدواج کرد، یکی از شهروندان اونجا بود، خواهر خودشو کشت. به این عنوان که خب من افتخار این رومم، فرماندهی بودم که جنگ رو تغییر داد سرنوشتش رو، و بعد خواهر من داره با اون ازدواج میکنه. میگفت در روم او رو کشیدن به محاکمه و به خاطر اون همه دلاوری ها و خدماتش از اشتباهاتش نگذشتن. به صراحت هم اشاره کرده که اگر چنین مسئله جلوش گرفته نشه، فتح بابی میشه برای اینکه هر کسی به خاطر خدماتی که انجام داده بگه از گناه من بگذرید، اشتباهات من رو نادیده بگیرید، خطاهای من رو ببخشید. با اون سنگ روی سنگ بند نمیشه.
یعنی هر کسی که خدماتی انجام داده به خودش این اجازه رو میده که از مجازات معاف باشه. امروز هم ما همینیم. در درون جامعه هستیم که یک انسانی خدماتی هم کرده بسیار عالی، اما خطاهایی هم کرده. چه بسا خطاهای او بسیار فاحش‌تر از خدماتش بوده. ما میگن نه. میدونه او چقدر خدمت کرده؟ بله بسیار هم عالی، دستش هم درد نمیکنه، خیلی هم خدمت کرده، پاداشش هم باید بگیره، همونطور که ماکیاولی میگه. ما به نسبت خطاش باید مجازات بشه. اگر سلیمانی امیری در زمینه خدمات کرده، در زمینه دیگری به جامعه ضرر زده، باید تاوانشو بده. حق نداره بیاد بگه نه خیر، آقا میدونی من سهم من در این کار چه بوده، در پیروزی چه بوده. سهم شما در پیروزی هر اندازه‌ای بوده باید به شما پرداخت بشه، مورد احترام قرار بگیری، اما نسبت به خطاات مجازات بشی. این نظام جمهوری اسلامی شما نگاه بکنی، بسیاری از فساد این سران سپاه رو نادیده میگیرن. ایشون در جنگ یک پاشو از دست داده، در جنگ یک دستش از بین رفته. به چه دلیل؟ دستش رفته، خب رفته، پاداشش رو بهش بدید، اما اگر از جای اختلاس کرده مجازاتش کنید. چون در جنگ رشادت کرده، ما باید اینجا جلوی اختلاسش رو هم نگیریم که ایشون هر کاری دلش میخواد بکنه. فلانی دیدید برای انقلاب چه زحمت کشیده، شما امروز میخواد با اون رو محاکمه بکنی، پرده پوشی کنی، چشم بپوشی. به زمانی محاکمه اون آقای کرباسچی شهردار تهران همین داستان ها بود. آشو شهردار پایتخته، برای نظام زشته، با پادرمیانی اکبر هاشمی که خودش مظهر فساد بود، این آقا رو آزاد کرد. حالا یه جوانه، میگیم حالا داره شأن علمی هم هست، میگیرن به راحتی به خاطر یه مقاله‌ای، به خاطر فعالیت‌های شبکه مجازی زندانش میکنن. چرا؟ چون آقا خدومه، برای ایدئولوژی ما خدمت کرد. ماکیاولی میگه این سبب انحطاط میشه، چون اونها سعی میکنن از قبل کوچکترین خدمت بگن که خب نادیده بگیرید، اشتباهات ما رو نبینی، نقد نکنید. آقا میدونی رضا شاه چقدر مملکت رو ساخته؟ بله دستش هم درد نکنه، ما یو خطا نکرده، دست به اموال مردم نزده، غذاب رو نبسته، گروه های اجتماعی سرکوب نکرده. خب نسبت به اونا هم باید پاس خوب باشه. خدمت جای خود، اشتباه جای خود. جامعه توسعه یافته یعنی همین. شما 50 سال در امریکا رئیس جمهور باش، فرض میکنیم ما حالا ریاست جمهوری در امریکا 8 سال، حالا شما بگید 50 سال سناتور باش، نماینده مجلس باش، بعد رئیس جمهور باش، وزیر باش، کوچکترین اشتباهی بکنی شما رو میکشونن پای دادگاه. قهرمان جنگ هم باشی شما رو میکشونن پای دادگاه. اونجا پاداشتو بهت میدیم، اینجا خطا کردی شد وای میستیم، بگنه سنگ روی سنگ بند نمیشه. نگاه ما جهان عقبی ها، جهان سومی ها، جهان سنتی ها همینه. تا میخوای از کسی بپرسی که آقا این کاری که کردی چه بوده، میگه باباش میدونی چقدر ایران برای ایران زحمت کشیده. از بعضی یعنی سیاسیون ما سوال میپرسیم که آقا فلان، میگه شون 5 سال تو زندان رژیم بوده. 5 سال تو زندان رژیم بوده که بوده، زحمت کشیده، سپاسگزاریم، اما خطا کرده باید پاسخ بده. این دو رفتی به هم نداره. هنوز قادر به تفکیک اینا ساده ترین مسائل نیستیم. هنوز جامعه ما کت خدایی اداره میشه. شطور دیدی ندیدی، چشتو ببند، اشکال نداره، ایشون اونجا برای ما کار کرده. در دنبال یک جامعه توسعه یافته ایم نیستیم. بسیاری از خدماتی که خیلی از این بزرگواران کردن وظیفه‌شون بوده. کسی نگفت آقا بیا حاکم شو.
مگه الان در جمهوری اسلامی انتخاباته؟ مردم میگن که آقا تو بیا رئیس جمهور شو. نه خیر، آقا میاد خودش معرفی میکنه، میگه من میخوام رئیس جمهور شم به شما خدمت کنم. خب با این شرط اومدی، حالا رأی گرفتی، اگه خدمت کردی چرا منت سر مردم میری؟ می نشستی در خانه. مشکل بزرگ ما اینه که هنوز این مفاهیم امر سیاسی، امر حقوقی، امر اجتماعی رو با یک نگاه بسیار بسیار ابتدایی داریم نگاه میکنیم و بعد بگیم چرا جامعه ما انتظام نداره. اتفاقا کسانی که خدمت کردن بسیار خطرناکترن، چون توقع بسیار بیشتری هم دارن، دوست دارن در این خدمتی که کردن که مردم هم سپاسگزارشون بودن، حالا از اون طریق یک رانتی هم دریافت بکنیم. تا بگی چرا خطا میکنی، میگه آقا خدمات منو ببین چقدر من زحمت کشیدم. در اینجا قصد من روشن کردن بسیاری از مسائل دوستان، برای اینکه دوباره جامعه‌ای نسازیم که سلیمانی امیری فردا بیا سهم‌خواه بشه. آقا من 20 سال زحمت کشیدم، حالا اگر اینجا یک پولی هم بردیم شما اعتراض نکن، سفره انقلاب به هر حال این سفره انقلاب ماست، باید استفاده کنیم. بسیاری از جنایتکاران در جمهوری اسلامی با همین مبنا مجازات نشدن که اینها روزی به ما خدمت کردن، ما امروز پاسدار اونهاییم. در واقع ما یک قاعده‌ای داریم، حالا اینم عرض کنم، که میگه اثبات شیء نفی ما ادا نمی‌کنه. اثبات شیء نفی ما ادا نمی‌کنه به این معناست که شما اگر به چیزی یا مؤلفه‌ای استناد کردید به این شکل نیست که در دیگران وجود ندارد. مثلا فرض کنید من بگم آقای شهرتی انسان صادقی است، انسان عالمی است، این به این معنا نیست که آقای شجره این گونه نیست. نه، چون موضوع آقای شهرتی هست ما به او اختصاص دادیم. ممکن آقای شجره هم باشه، ممکن حسن هم باشه. در همین دلیل ما میگیم اثبات شی نفی ما ادا نمیکنه، یعنی نفی آنچه غیر از او هست نمیکنه. چرا اینو میگم؟ ما وقتی میگیم در یک رژیمی فساد بوده به این معنا نیست که در رژیم دیگر نبوده، نه، اونم ممکنه فساد باشه، حتی بیشتر هم باشه. ما موضوع بحث ما فلان رژیمه، فلان شخصیته. اما گاهی وقتی ما داریم میگیم آقای خامنه‌ای جنایتکاره، یه ولایی میاد میگه آقای هیتلر مگه جنایتکار نبود؟ خب بود. الان ما داریم در مورد جنایت سید علی خامنه‌ای صحبت میکنیم. اثبات شی نفی ما ادا نمیکنه، ولی اون هم ممکنه باشه، صدها نفر دیگه هم ممکنه باشه، تو خود منم ممکنه باشم. اما الان موضوع نقد ما شخصیست با نام الف. اگر بگیم یک پدیده ویژگی رو نداره به این معنی است که شاید دیگران اون ویژگی رو ندارن، ممکن اونا هم نداشته باشن. بنابراین اگر نقد دوران قاجار هست به این معنی نیست که پهلوی اون مشکل رو نداره، جمهوری اسلامی اون مشکل رو نداره، نه خیلی، ممکن اونا هم داشته باشن، حتی با شدت بیشتر. سوال میکنیم، پاسخ میدیم، گزاره ها رو مطرح میکنیم، اما موضوع مشخص. بنابراین این بیماری ممکنه در هر جامعه‌ای باشه، کسانی به خاطر نزدیکی به کانون قدرت خدمات اونها برجسته بشه، اگر ایراداتی دارن بگیم حالا فعلا بلش کن، حرف نزن، مدیون اینها هستیم، اینا خدمت کردم. جمهوری اسلامی داستان همینه دیگه، خانواده شهدا، ببینید چقدر به اینا ثروت و پول و امکانات و اینها میدن، خیلیشون هم وارستن، اصلا اینا رو نمیگیرن. اونایی که میگیرن بیشتر همین کسانی هستن که حالا سرداران و درجات بالا هستن که از انواع رانت ها استفاده میکنن. خیلی از اون جانبازان جنگ ایران و عراق تا از داروهای خودشون هم موندن،
نه شغلی دارن، نه کاری دارن. تا به اونها نقد میکنی که آقا چیه از این سر سفره برداشتی، از این بانک این میلیارد وام میگیری، از اون بانک فلان رانتو میگیری. یا عزیز من میدونی من 8 سال در جبهه های جنگ جنگیدم، زخمی شدم، 10 تا ترکش تو سرمه. خب حمایت بر، اما دلیل نمیشه که بری از بانک ها رانت برداری. یه سفره انقلابی پهن کردن دور همین. بنابراین مکیاولی معتقده که در درون یک جامعه خوبی ها کارهای پسندیده باید پاداش داده بشه، کارهای غلط باید مجازات بشه، هر کسی باشه. و یکی از دلایلی که او سبب انحطاط روم میبینه همین مسئله است. یعنی جایی که افرادی میآیند به خاطر خدمات گذشته خودشون از مجازات معاف میدونن که شما حق ندارید من رو مجازات بکنید. ویژگی دیگری هم که ماکیاولی نام میبره که در نوبت پیش عرض کردیم، یک حاکم خوب کسی است که ویرتو یا فضیلتش بر فورتونا برتری داره، در بخت و اقبال. حالا مقصود چیست؟ خب او عوامل زیادی رو نام میبره. شاید اگر من بخوام این رو شبیه سازی بکنم به آنچه که در مورد رژیم پهلوی رخ داد، وابستگی بیش از اندازه محمد رضا شاه به امریکا و انگلستانه. یعنی حیطه بخت و اقبال جایی است که در اختیار شما نیست، این ممکن هر لحظه بر شما عارض بشه. ما این رو کاملا میدیدیم این آخرین روزها، نقشی که سفرای کشورهای انگلستان و امریکا داشتن برای اینکه کارشکنی بکنن. هم درک درستی از جامعه نداشتن، اما به نوعی انقلاب رو محقق شده میدیدن و احساس میکردن که رژیم دیگه توانایی نداره. محمد رضا شاه به جای اینکه اون حیطه فضیلت که مختص خود شخصه و میتونه کنترل کنه تا حدودی فضا رو برتری بده به بخت و اقبال، متاسفانه دیدیم که نه، بسیاری از صاحب نظران معتقدن که او در یک جایی قرار گرفت که دیگه دچار تزلزل شد در تصمیم گیری های قاطع. و در نتیجه خیلی جالبه که اون بخت یا فورتونا برتری پیدا میکنه بر ویرتو یا فضیلتی که مربوط به شخصه. خب من نرسیدم مسائل مربوط به انطباق این مسئله رو بخوانیم، میذاریم برای هفته آینده در روز پنجشنبه که در خدمت شما باشیم. بنابراین روز سه‌شنبه با زندگانی علی در خدمت شما بزرگواران خواهیم. سپاسگزارم از تلویزیون پارس و جناب شهرتی عزیز. تا فرصتی دیگر، بدرود. هیچ کدام از اینها به واسطه اون باورهایی که در ذهن ما هست نمیتواند، بنابراین ضرورت بازشناسی باور بسیار مهمه. همانطور که عرض کردم، اندیشمندان مختلف در حوزه علل عقب‌ماندگی دارند.